خب حالا من جوش صورتم خیلی زیاده. ببین اگر جوش روی پیشونیت خیلی زیاده، این به خاطر حرارت زیادته. پس برای درمانش اول باید چیکار بکنی؟ گرمیجات زیاد و تندیجات رو باید متوقف کنی. بعد آب سیب زرد رو میگیری، با پنبه روزی دو سه بار تلا میکنی، یعنی خیلی نازک میکشی روی این ناحیه. خود میبینی که بعد از چند روز این جوش ها از بین میرن. دیگه تکمیلیش باید چیکار بکنم؟ خاکشیر یک قاشق غذاخوری، بارهنگ یک قاشق چایخوری، آب لیمو یک قاشق غذاخوری، به علاوه عرق کاسنی. البته اونا رو اول یه آب جوش میریزی، کمی آب جوش میذاری، دو سه دقیقه میمونه دم میکشه، و بعد آب لیمو و عرق کاسنی رو در حدی اضافه میکنی، یه استکانت پر بشه. این رو روزی دو لیوان ازش استفاده بکن، بعد خواهی دید که این جوش ها به راحتی از بین رفتن. حالا یک دستور برای کل جوش ها، ممکنه جوش مثلا تو پیشونی باشه، روی گونه ها و لپ و روی چونه هم باشه. خب اینجا چیکار بکنم؟ خب همین تدابیر رو میتونی انجام بدی، چون برای جوش ها بسیار عالی هستند. منتها خب اگر که در این ناحیه هستند، قطعا شما باید بری مشکل رحمی، اگر داری باید مشکل رحمی تو برطرف کنی. اگر در این ناحیه هستند و روی شونه ها هم پراکندگی جوش داری، کبدت باید پاکسازی بشه. همون دستور خاکشیره که الان گفتم پاکسازی کبد رو انجام میده، دستور رب انار شیرین که مصفای خونه همین کار رو انجام میده. اما خیلی اگر طولانیه و سالهاست که این مشکل رو داری، قطعا استفاده از شربت مصفای خون که جزء شربت های معروف در طب سنتی هم هست، بسیار کمک کننده است. یا استفاده از رژیم انگور، که خب خود انگور هم یک مصفای خونه. شما به مدت یک ماه یه وعده غذایی فقط انگور رسیده شیرین میشه که بدون نان ازش استفاده میکنی. خب برای زماد روی اینها چیکار بکنم؟ روغن لیمو، روغن نارنج، روغن درخت چای، و یا اینکه 20 گرم آب لیمو به علاوه 5 گرم کف دریا رو با هم دیگه ترکیب میکنی و این رو تلا میکنی روی پوستت برای جوشهای صورت. خیلی خوب. خب یک ماسک هم بهمون معرفی بکن. بله این ماسک خیلی خوبه، ماسک گل گلنار فارسی، بوره ارمنی، سفیداب قلمخصول و کف دریا. اینا رو به یه نسبت با همدیگه ترکیبشون میکنی. اگر که گرمزاجی و پوستت خیلی چربه و اینها، این رو با آب لیمو ماسک میکنی شبها به مدت 20 الی 30 دقیقه، و یا اگر که سرد مزاج هستی، با یه مقداری گلاب ترکیب میکنی و ماسک میکنی روی صورتت. برای جوش های صورت بسیار عالیه. اونطور قبلا هم گفتم، ها ببینید، جوش در حقیقت فریاد بدنه و داره یه علامت توی نشون میده و یه نزله پوستیه، و تو تا مشکل داخلی رو برطرف نکنی، مشکل جوشت حل نمیشه. خب یک ماسک لایه بردار میخوام بهتون معرفی بکنم. ترکیبات این ماسک به این صورت هست: ترمس 30 گرم، آردجو 30 گرم، سبوس برنج 5 گرم، تخم تروب 5 گرم، کف دریا 5 گرم، به علاوه در نهایت گل ختمی سفید 15 گرم. اینا همه رو، البته گل ختمی اون انتهاش رو جدا بکنید، اینا همه رو با هم آسیاب بکنید، توی گرم مزاجا با آب لیمو ترکیب بشه و ماسک بشود، و البته در سرد مزاجا با گلاب و یا شیر، البته با شیر همه مزاج ها، اگر که گرم مزاج هستی با شیر کم چرب، اگر که سرد مزاج هستید با شیر پر چرب، این رو ماسک میکنید. یک لایه بردار عالی هستش، به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه روی پوستتون میمونه و بعد میشورید روزی یک بار. در هفته فکر میکنم 3 بار، بسته حالا به میزان اینی که چقدر لایه برداری نیاز داشته باشه پوستتون، اما زیاده روی در استفاده از این ماسک نکنید. خب یه لیفت دهنده چی؟ من میخوام لیفت بدم. یه لیفت دهنده بسیار عالی میتواند پوست انار، گلنار فارسی، جفت بلوط و مازو باشه. مازو و جفت بلوط یک
به سه باشی، یعنی سه واحد پوست انار و گلنار فارسی و یک واحد جفت بلوط و مازو. حالا اگر میخواید لیفت خیلی شدیدتر باشه، بله اونها رو میتونید نسبتشون رو بیشتر هم بکنید. اینها رو میجوشونید، صافش میکنید، بعد با پنبه، من میخوام گونم رو لیفت بدم، با پنبه به این صورت مثلا به سمت بالا. آیا میتونم برای اعضای دیگه هم به عنوان لیفت دهنده از این ترکیب استفاده بکنم؟ بله. چقدر بمونه؟ حداقل باید 2 ساعت بمونه روی پوست و بعد شسته بشه. اصلا انقدر اینها تجفیف ایجاد میکنن و انقدر مسامات رو سفت میکنن و مسامات رو میبندن که پوست رو میکشن بالا، که شما وقتی که این رو میکشین روی پوست خودتون متوجه میشه که اصلا یه ناحیه به سرعت خشک شد و قبض پیدا کرد. حالا من جوشم از بین رفت با این دستوراتی که شما گفتید، ولی جای جوشم مونده، برای اون چیکار بکنم؟ اولا میتونی از همون ماسک لایه برداری که بهت گفتم استفاده بکنی، و یا روغن گل سرخ و روغن مستکی مدتی شما بکشی روی جای جوش ها، آرام آرام به علاوه اون ماسک آرام آرام میتونه کمک بکنه که این جای جوش ها کم رنگ تر بشن. حالا من ککومک دارم، برای ککومکم چیکار بکنم؟ ککومک خب یک علامت کبدی است، شما نیاز به پاکسازی کبدتون دارید. استفاده از مصفای خونها نظیر ربع انار شیرین، استفاده از آب سیب بسیار عالیه برای پاکسازی کبد، استفاده از دستور ماعالجب نفتیمونی بسیار عالی است که میتونه در درمان ککومک ها به شما استفاده کمک بکنه. به مدت حداقل 21 روز استفاده بکنید، تا اینو بدونید ماعالجب نباید به مدت طولانی ازش استفاده کرد و آسیب به امعا میزنه. شما 3 هفته ازش استفاده میکنید، بعد دوباره 3 هفته استراحت میدید و بعد دوباره میتونید یک بار دیگه تجدیدش بکنید و 3 هفته ازش استفاده بکنید. خب روغن ها چی برای ککومک خوب هستن؟ روغن هسته یا آلبالو و یا روغن شیرین بیان بسیار بسیار برای ککومکی ها میتونه مفید باشه. خب من شوره سر دارم، شکنندگی مو دارم، موخوره دارم، برای اینا چیکار بکنم؟ خب وقتی که خشکی سر زیاده، خارش زیاد اتفاق میفته توی سر، شوره و موخوره و شکنندگی اینا میاد سراغ سر، این نشون میده که دماغ شما یعنی مغز شما خشکی برش غالب شده و یا ممکنه که سوء مزاج سوداوی و یا صفراوی اومده باشه سراغش. خب البته اینجا باید پیش متخصص مراجعه بکنیم و علت دقیق بیماری مشخص بشه، اما علل حساب چیزایی که میتونه خیلی به شما کمک بکنه اینه: چیزهایی که خشکن مثل فست فودها، چیزهایی که خیلی تندن و حرارتشون خیلی زیاده نباید استفاده بکنی. و در گام بعدی شما در استحمامتون گل ختمی رو آب جوش بریزید روش و بعد مثلا به اندازه 1 مشت گل ختمی آب جوش میریزید روش و بعد میگذارید 3-4 دقیقه میمونه و بعد خیلی خوب این گل ختمی ها رو فشار میدید تا موسیلاژش ازش جدا بشه و بعد این رو زماد میکنید روی مواتون، تلا میکنید روی مواتون، یعنی خیلی نازک روی مواتون میکشید و روی سرتونم میریزید تا بمونه به مدت 10 دقیقه. هر بار در استحمام این کار رو بکنید. میدونید که این کار هم تقویت مو میکنه و هم این که برای درمان این مشکلات بسیار به شما کمک میکنه. حالا من ریزش مو هم دارم، میخوام که وضعیتم مثل آقای میرزایی نشه، چیکار بکنم که پیشگیری بکنم؟ خیلی ساده است، شما همون ختمی رو وقتی که درستش کردید توی حجم کمی درستش بکنید و بعد یک عدد زرده تخم مرغ رسمی داخلش
بندازید. مثلا رشد موام کمه، ضعیفه، این کار رو انجام بدید عالیه. بعد این رو زماد کنید باز دوباره روی سرتون، اسخای میکنم دوباره اشتباه گفتم، تلا کنید روی سرتون، خیلی نازک، یعنی بکشید روی سرتون و بگذارید حداقل نیم ساعت بمونه، که خب میتونید از کلاهای آرایشی استفاده بکنید. توی روغنها، روغن مورد در درمان شوره سر و تقویت مو خیلی کمک کننده است. شما میتونید 2 ساعت قبل از استحمامتون پوست سرتون رو ماساژ بدید با روغن مورد و بگذارید بمونه 2 ساعت روی سرتون بمونه و بعد استحمام بکنید. حالا این میرزایی میشه راهکار بیشتری بگید برای موخوره، شکنندگی مو؟ بله، 2 الی 3 ساعت قبل از استحمام روغن بنفشه بادام شیرین، این رو روی کل مواتون تلا کنید و بکشید و یه مقداری روی سرتونم ماساژ بدید. هم تقویت حافظه میکند، هم آرامش اعصاب میدهد، چون بسیار آرامش بخشه و تقویت حافظه که میکند آرامش، خشکی زیاد مغز رو هم میگیره دیگه، پس این خشکی مواتون هم آرام آرام برطرف میشه. چند تا مطلب بابت نگهداری درست از موها خدمتتون عرض بکنم، این خیلی مهمن و اکثر مردم این رو نمیدونن. 1، برای اینکه مشکلات متعدد مو سراغتون نیاد، هیچ وقت در حمام نایستید. یک صندلی کوتاه داشته باشید، یک صندلی پلاستیکی داشته باشید، در حمام بنشینید. 2، هیچ وقت استارت شستنتون در حمام با مو نباشه. ابتدا اندام رو بشورید و بعد در انتها سر رو بشورید. ما الان برعکسیم، چون دوش اومده اول سر رو میشونیم و بعد اندام رو میشونیم، در حالی که در انتها باید سر رو بشونید. 3، سعی بکنید حتی الامکان از شامپوهای شیمیایی استفاده نکنید. از شامپوهای طبیعی که الان خیلی هم زیاد شده تولیدشون در کشور، سعی بکنید از اینا بیشتر استفاده. اینا میزان مواد شیمیاییشون نسبت به شامپوهای شیمیایی معروف در بازار کمتر است. شامپوهای گیاهی خب مواد شیمیایی کمتری درشون استفاده شده و ضرر کمتری دارن. و نکته خیلی خیلی مهمتر، ببینید، ما نباید موهامون رو و کلن سرمون رو با آب داغ بشوریم. خودش این مشکلات مو رو زیاد میکنه و اگر که گرم مزاج هستی، انتهای حمامت که خیلی هم میشه گرمت میشه میری حمام، اولا که نباید با آب داغ استحمام بکنی، دوم انتهای حمامت وقتی که اومدی بیرون آب یخ و ریختی روی پاهات و اومدی بیرون، دستت رو میتونی تا مچ و تا اینجا حتی بشوری و بعد صورت رو تو با آب خنک. این حتی در شادابی پوست افراد گرم مزاج هم مؤثره.